سلام عرض میکنم. عرضم به حضورتون که آره، ما گوینده ها معمولا با صدامون مردم آشنان و این خب یه حسنایی داره یه بدیایی هم داره. من تو اون دورانی که تازه اومده بودم چند تا سریال کار کردم، مثل سفرهای کومون، مثل ایکیوسان، مثل عرضم به حضورتون دور دنیا در 80 روز، چند تا سریال بود که کار میکردیم، کار گجت، بعد همزمان هم فوتبالیستا بود. فوتبالیستا یه پسر بچه شیطون بود اسم ایشیزاکی که همیشه توپ میخورد به سرش و همیشه خرابکاری میکرد و اینا. این من نمیدونم چه اتفاقی، این همه رولای خوشگل بعدش گفتیم، قبلش گفتیم، هر چی میشه همه فقط ایشیزاکی یادشونه. یعنی پسره کچل آبرو من رو برده همه جا. ایشیزاکی تو باید به جای نیشیهو بازی کنی. چش آقا چه؟ من باید بازی کنم. برای اینکه شاید به این دلیل که اون موقع خیلی ذوقش رو داشتم، ذوق گویندگی رو داشتم، دونه دونه آقای شاگان خدا رحمتشون کنه اجازه میدادن به من، من عوض میکردم دیالوگا رو بر اساس دیالوگای پسرهایی که تو خیابون بودن، یه ذره فانش پسرانش میکردم. فانش باعث شده بود که اون موقع برنامه هم کمتر بود، یه مون تو ذهنا، کما اینکه هنوز هم دارن سریال جدیدشو میخوایم دوبله کنیم، هنوز هی مشتاقم میگن که اینو دوبله میکنی. این خیلی جالبه برای من. به هر حال ما اینجوری با این پسر کچل راه باز کردیم تو قلب هموطنامون و به هر حال باعث افتخاره. نگران نباشین، گوش کنین، کشتم شپش شپش کش شش پارا. این چرندیا چیه که میگی پسر؟ راستش هر وقت دستو با ما گم میکنم اینو میگم. دنیای دوبله خیلی قشنگه، اینه که تو میتونی جای هر موجودی، حتی موجود تخیلی که صحبت میکنی، تو قالب اون میری، یعنی انگار که داری با اون زندگی میکنی و اینو حتی تو دنیای بازیگری هم نداری. و این یه حسنه که لطف خداوند بده. من میدونم خیلی ها دوست دارن که دوبلور بشن، ولی براشون آرزو میکنم با آرزوشون برسونم، ولی واقعیت این یه حسنه، این کاره که جذابیتش رو حفظ کرده. نه بابا شوخی، تو قدم فراموشت کنم. یه دقیقه تا کن ببینم این چیزا کی؟ ما قول و قرار مردونه گذاشتیم. نه؟ خیلی خوب. اگه مالی بودی میتونی در مسابقات ملی مرا تشویق کنی. بابا این چه کاره ها؟ خوبه؟ شاید فقط همینه این چیزا. باره باشه، تا جایی که بتونم تشویقتون میکنم. اینو بهت قول میدم پسرم. بچه های اینجا رو من خیلی دوست دارم، بچه های رادیو کلن خیلی باصفا. این آژانس هواپیمایی دوست داره تمام مشتری ازش راضی باشن. چی جاله؟ اینجا که مشتری نیست جز مامان من، آره جز مشتریاش راضی باشن. نگو کوچولو، کوچولو نگو، نگو کوچولو. الان همه فکر میکنم ما واقعا هیچ مشتری نداریم. مشتریای ما دارن از در و دیوار همینطوره میریزن. جلال خان، صمیمیت، این درویش مسلکی، این رفاقتی که بین بچه های رادیو هست خیلی جذابیت ایجاد میکنه و تو موندگار میشی، دلت میمونه پیششون، میری ولی برمیگردی. من پیشنهاد میکنم که صبح جمعه با شما رو از ساعت 9 تا 11 حتما گوش کنیم، خوشحالتون میکنم. مخلصیم. خیلی ممنون.